سلام بینندگانی عزیز، برنامه نویدی بامدادی را در پیشنهاد من امریدین علیموف تماشا دارید. امروز جمعه 4 ایون است و ساعت در دوشنبه 11 تا 10 دقیقه دیگر شما را با خبرهای تازه از تاجیکستان و جهان آشنا میکنیم. نخست نظر میکنیم با موضوع های امروز. طلباتی نو برای مهاجرانی کاری در روسیه. یک مرزبانی تاجیک در ناحیه همدانی غرق شده است. و نمایش اکسهای زاور دخته و دخترش در دوشنبه. حکومت روسیه طلبات دانستن زبان روسی، تاریخ و اساسهای قانونگذاری این کشور را برای کارجویان خارجی که میخواهند اجازه کار، اقامت موقتی یا پتنت بگیرند تصویب کرد. متن این طلبات در صحیفه اینترنتی اطلاع حقوقی نشر شده است. در قطار طلبات برای دانستن زبان روسی، معاشرت آزاد اجتماعی و برخی از اصطلاحات حرفه‌ای نشان داده شده است. از جمله مهاجر باید هنگام قبول به کار، مراجعه به بیمارخانه و پلیس آزاد به زبان روسی صحبت کرده تواند. همچنین پر کردن انکت و ورقه ها را باید تواند. هنگامی سپاریدن امتحان از تاریخ روسیه، حادثه های مهم، نامی شهرهای بزرگ و ایدهای ملی این کشور پرسیده می شود. غیر از این، مهاجر باید با حقوق های اساسی، آزادی و عهده‌داری های شهروندان خارجی شناس باشد و داند که در صورت ویران کردن قاعده های مهاجرت چی پیامد او را انتظار است. یک سرباز نیروهای مرزبانی تاجیکستان در رودخانه پنجاب ناحیه همدانی غرق شده است. مقامات میگویند که جستجوی جسد این مرزبان ادامه دارد. یک منبع در حکومت ناحیه همدانی روز 4 ایون به رادیو آزادی گفت که مرزبان غرق شده یوسف جان مظفرزاده ساکن شهرک بوستان ناحیه مسچو میباشد. ظفرزاده تیر ماه سال 2020 به ارتش دعوت شده، از 6 ماه به این طرف در قسم مرزبانی ناحیه همدانی خدمت میکرد. به اطلاع منبع، این مرزبان در پای گرمی هوا خواسته است که در رودخانه پنجاب شناوری کند و غرق شده است. در حال حاضر آب رودخانه از سرگاه دریای پنج بسته شده، جستجوی جسد این سرباز ادامه دارد. این بار اول نیست که در این ناحیه مرزی سربازان هنگام آبازی غرق می شوند. در نمایشگاه تصویرهای عکاسی تاجیک زاور دخته پیشنهاد تماشابینان گردید. چوربینی فرهنگی به زادروز دختر عکاس فرهنگیز دخته بخشیده شده است. زاور دخته همچنین در این نمایشگاه تماشابینان را به هنر دخترش آشنا کرد. فرهنگیز دخته یکی از اولین افراد بوده است که با صنعت مینیاتور این نقطه ها مشهور است. همکارم نگاره فضلی‌دین در این باره گزارش می‌دهد. با وجود باری وزنین، این نورس از زندگی شکایت ندارد. لحظه از کاری این دخترک در دهی تکابی ورزاب به دوربین یک کسی معروف تاجیک زاور دخته افتاده است. این یک 6-7 نفر بودن. من چند رپورتاج گرفتم از اونا که یعنی با هم میرن چی کار میکنن. به این چهره خیلی خوشم اومده بود. یک چند تا پرتریت این رو گرفتم که یعنی معلومه که این خسته نشده. یعنی کار مشکل نیست برای این. مثلا در قرقیزستان که بودیم، سفیر تاجیکستان در قرقیزستان عکس از ما گرفته و در سفارت آویزان کرده و تاش نوشته مادونا تاجیکستان. این و عکس های دیگر زاور دخته اخیرا در نمایشگاه تصویرهای عکاسی تاجیک در دوشنبه پیشنهاد تماشابین گردید. چوربینی فرهنگی به زادروز دختر عکاس فرهنگیز دخته بخشیده شده است. زاور دخته همچنین در این نمایشگاه تماشابین را با هنر دخترش آشنا کرد. فرهنگیز دخته یکی از اولین افراد بوده است که به صنعت مینیاتور نقطه ها مشهور است. با عکس برداری پدر تولید کرد یک هنر که ما امروز با حیرت به این هنر می نگریم. برای ما از این روز از این رنگ بار، از این رنگ رو، از این هنر استعداد پدر و دختر بسیار خودم خوب احساس میکنم، خوشحال احساس میکنم. کاش که همه خیلی همیشه باشد، کاش که همیشه ما را حیران کنند، کاش که همیشه برای ما یک جایزه پیشنهاد کنم که ما را از قید اون وبا و اون کسلی و اون دهشت هایی که سال گذشته از سری ما گذشت ما را خلاص کند. من خیال میکنم که در این گرمی این صورت ها، در این گرمی این عکس ها، در این گرمی این رنگ و بار که ما امروز دیدیم، رنگ بار زندگی هست، رنگ بار هستی هست، رنگ بار عاشقی هست و ما میخواهیم که زندگی کنیم. صنعت شناسان میگویند ایجادیات زاور دخته عکس های بسیار نادر دارد. او در اول عکس را در ذهن میبیند، پس با دوربین. از این رو عکس های او محتویات تربیوی دارد، ولی متاسفانه در چنین چوربینی ها اشتراک جوانان کم رنگ است که خیلی حزن‌انگیز می باشد. بسیار می خواستم در چنین نمایشگاه ها جوانان بیشتر باشند.
متاسفانه من در چنین چهارابینی ها چهره های نورا نمیبینم. به ما ضرور است که جوانان به فرهنگ و هنر بیشتر توجه نمایند و تنها در آن زمان آنها در کوچه سخن های قبیح نمیگویند و با دختران رفتار دغلانه نمیکنند. تربیه آنها هم کلا دیگر میشود. هم کسبانی عکاس بر اینند که عکس های زوردخته توسط دوربین های کسبی و تلفن دستی گرفته شدند. مؤلف توانسته است از تلفن های هوشمند به طور حرفه‌ای استفاده کند که برای جوانان میتواند یک راهنمای کسبی باشد. او در این بخش خیلی خوب کار میکند. در کشور ما بیش از 100 هزار هواداری عکس ها هست. آنها را باید آموزند، ولی در ما هنر عکاسی را جای نمی آموزند. نگارستان زوردخته علامت تکنولوژی است. او تکنولوژی عکاسی را نشان داده است. وای با تلفن هوشمند عادی نشان داد که این عکس ها را چی گونه می توان زوردخته 85 ساله مؤلف بیش از 13 فیلم بدهی 600 فیلم مستند و 5000 عکس های گوناگون می باشد. او از نمایندگان تودهی های ایران است که مجبور شده بود در ایام نوروزی زادگاهش را ترک کرده در تاجیکستان زندگی اختیار کند. در اینجا در این زمین بزرگ شدیم، سن سال ما زیاد شده. ما فکر داشتیم مثلا بریم ایران اونجا کار کنیم، اما نه که من حس میکنم که دیر شده ایم. این بود وقت جوانتر بودیم، این وقت این فکر را بکنیم. اون وقت هم در ایران خیلی چیز نبود. ما برای رشته عکاسی گرفتیم که بیکار نشینیم و آدم ها را با تاجیکستان آشنا کنیم. زوردخته سالهای زیاد نواربرداری استودیای تاجیک فیلم بود. سالهای اخیر او بیشتر به صورتگیری مشغول است و در کشورهای گوناگون چندین نمایشگاه برگزار کرده است. آژانس پروازهای هوایی ایالات متحده آمریکا ناسا اعلام کرد که برای آموزش هوا و خصوصیات های گیولوژی سیاره زهره دو ماموریت نو میفرستد. با اطلاع صدای آمریکا، رهبر ناسا بیل نیلسون روز چهارشنبه در نخستین پیامش به کارمندان آژانس گفته است هدف آنها معین کردن آن است که چگونه دومی سیاره از نگاه دوری به آفتاب دنیای مانند به جهان جهنم شده است. ماموریت داوینچ پلیوس با تشخیص هوای زهره مشغول خواهد شد. اون باید معاین کند که در گذشته در سیاره اقیانوس و حیات ارگانیکی موجود بود یا نه. این نخستین ماموریت آمریکا اید به آموزش هوایی زهره بعد سال 1978 خواهد بود. ماموریت دومی ویریتاس نام داشته، آن تاریخ بیولوژی سیاره را خواهد آموخت. برای تشکیل هر یک ماموریت که قرار است سالهای 2028 و 2030 به این سیاره فرستاده شوند 500 میلیون دلار خرج خواهد شد. نظامیان ایالات متحده میگویند در عملیات هوایی و زمینی آنها در سال گذشته در افغانستان ناخواسته 20 شخص غیر نظامی به هلاکت رسیدند. این عدد بخش از پرونده کشته شدن 23 نفر آسایشته در عملیات حربی آمریکا در منطقه های جنگی سال 2020 است که حربیان به کنگرس آمریکا گزارش دادند. نظامیان مجبورند سال یک بار در این باره به کنگرس گزارش بدهند. پنتاگون گفت علاوه بر 20 کشته در افغانستان 5 نفر در این کشور مجروح شدند. بنا به گزارش این واقعه ها در جریان 7 عملیات هوایی و زمینی در ماه های ینور و فوریه امسال رخ دادند. همچنین یک غیر نظامی ماه فوریه سال 2020 در سومالی و دیگر ماه مارس همان سال در عراق کشته شدند. در گزارش مشخص کرده نشده است که قربانیان دیگر کی در کجا و در چه شرایط به هلاکت رسیدند. تعداد غیر نظامیان کشته شده از طرف نیروهای آمریکایی نسبت به سال قبلی خیلی کمتر است. در بخش یک روز در تاریخ همکارم خیرمان بخوزاده شما را با مهمترین تحولات تاریخی روز 4 ایون شناس میکند. چهارمی ایون سال 2017 سازمان امنیت و همکاری اروپا گفت که فعالیت هایش در تاجیکستان محدود می شود. تاجیکستان گفت شرکتی نمایندگان مخالفان در جلسه های این سازمان در پولشه را قبول ندارد، ولی سازمان امنیت و همکاری اروپا می گفت این منبری آزاد برای همه جانب ها می باشد. چهارمی ایون سال 2005 وزیر خارجه احتمال انقلاب های رنگه در تاجیکستان را ناممکن خواند. طلبک نظرف گفته است که هیچ زمینه برای وقوع انقلاب های رنگه در تاجیکستان وجود ندارد، زیرا مردم این کشور طعم تلخ ناامنی و جنگ شهروندی را چشیده است. این اظهارات در حالی بود که در گرجستان در پی انقلاب رنگه نیروهای دموکراتی سری کار آمدند و چنین تحولات بعدا در اوکراین و قرغیزستان روی داد.
4 ایونی سال 2007 دفتر مساعدت به تحکیم صلح سازمان ملل متحد گفت که بعد بیش از 11 سال کار در تاجیکستان فعالیت این نهاد انجام می‌یابد. نقش این سازمان را در استقرار صلح تاجیکان مهم می‌دانند. بانک ملی تاجیکستان قرب سامانی را در نسبت اسعار خارجی برای روز 4 ایون چنین تعیین کرده است. بینندگان گرامی، در همین جا برنامه نویدی بامدادی به آخر میرسد. به شما روزگار خوش و تنصیحاتی تمنا داریم. ما را پیگیری کنید. سامانه ما cwazadi.org است و صفحه های ما در شبکه های اجتماعی فیسبوک، یوتیوب، اینستاگرام و نکرسنیکی. با ما باشید.